بسیار خوشحال هستیم تا از صاحبان حقیقی این مملکت، مردمان برونرانگ و کولین، قدردانی کنیم. ادای احترام به بزرگسالان، گذشتگان، مردمان در قید حیات و خاطرات این مردمان، فرهنگ، آمال و آرزوهایشان از طرف مردم ابوریجینال. السلام علیکم. پروگرام را آغاز میکنه آقای پول براکر، یکی از دستیارای مدیر مکتب همتون پارک است. عصرتان بخیر. من میخواهم از شما تشکری کنم که امشب با ما پیوستید و از حمایت در انتقال فرزندتان از مکتب ابتدایه به مکتب متوسطه. امیدواریم در این اراهه کوتاه ما قادر شویم تا پاسخ بدهیم به تمام سوالات شما. اگر شما نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر از کارمندان داشتید، یک صفحه تماس در پایان اراهه وجود خواهد داشت. بیان مدیر مکتب همتون پارک آقای واین هایورث. من خوشحال هستم با شما صحبت می کنم. در مکتب ما فرصت های زیاد وجود داره برای شما که انتخاب کنید در بخشی که علاقه دارید. طبق معمول 6 مضامین ضرورت است در مکتب و ما می خواهیم که برایتان آسان بسازیم به مطابق ضرورت و خواهشتان. مضامین لازمی زیاد موجود است، مگر فرصت‌های بیشتر است در آن 3 مضامین انتخابی. در مکتب ما بیشتر از 100 مضامین مختلف موجود است که شاگردان می توانند انتخاب و علاقه خود را دنبال کنند. هر شاگرد سوی خود را دارد و در مکتب ما پروگرام خاص برای هر شاگرد موجود است به مطابق سویشان. در این مکتب ما فرصت‌های رهبری برای شاگردان زیاد داریم و شاگردان رول دارند در نظر ساختار مکتب. من شما را دعوت می‌کنم که تشریف بیاورید در مکتب ما و ببینین که در این چند سال تبدیل زیاد آمده. ما ادامه می‌دهیم و فرصت‌های یادگیری مکتب و می خواهیم که مکتب ما انتخاب اولین فامیل‌ها باشد. رهبر مسائل دانش آموزان خانم ارن لودن، چطور دانش آموزان را به سمت کامیابی و سعادتمندی راهنمایی کنیم؟ مکتب همتون پارک بسیار خوشحال است تا در سال 2022 برنامه های تحصیلی جدید خود را که با زحمات فراوان رهبران و دانش آموزان معرفی کند. این برنامه ها دانش آموزان را کمک می کند تا تشویق و علاقه و دوستی بهتر در مکتب همتون پارک داشته باشند. دانش آموزان در مورد این برنامه های درسی اطلاعات بیشتر می گیرند در روز مراسم معرفت. هر گروه درسی یک خانه به نام های مابو، هالوز، فریدم، والتون هستند که با مدیر تیم درسی رهبری می شود. هر گروه درسی از 3 مدیر مسائل دانش آموزان تشکیل شده، یکی برای صنف 7 و 8، یکی برای صنف‌های 9 و 10 و یکی برای صنف‌های 11 و 12. در هر گروه درسی یک کلاس تربیتی با معلم تربیتی وجود دارد که با دانش آموزان و والدینشان برای مشوره در شرایط تحصیلی و صحتمندی دانش آموزان هست. تلاش مکتب همتون پارک برای حمایت دانش آموزان و تشویق رفتار مثبت در مکتب و سیستم تشویقی مکتب هست. تلاش مکتب برای نشان دادن زحمات و رفتار مثبت دانش آموزان با تشویق‌های مختلف است، مانند احترام، آموزش، کار گروهی،
رهبری و مدیریت اجتماعی. اولین مرحله یادگیری در همپتون پارک کاوش یعنی اکسپلور نامیده می شود. برنامه اکسپلور طرح شده است برای تشویق همه دانش آموزان، بنابراین آنها می توانند مطالعه متفاوت را تجربه کنند. دانش آموزان در هر سمستر 6 مضامین مطالعه خواهند کرد. برخی از آنها انتخاب شده به توسط دانش آموزان از طریق برنامه تیستر که به دانش آموزان قدرت می دهد تا بر استعدادها و منافع خود بسازند. مضامین لازمی برای شاگردان صنف 7 و 8 عبارت از انگلیسی، ریاضی، علوم انسانی، سپورت می باشد. باید یک سمستر ساینس و 6 ترم تیستر و حداقل یکی از مضمونهای استیم یعنی تکنولوژی، مهندسی، هنر و ریاضیات و نقاشی. ما همچنین خوشحال هستیم که یک برنامه لازمی آب‌بازی را اضافه کردیم در سال آینده. ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه دانش آموزان آگاهی مهارت های امنی آب را یاد می گیرند و این 10 هفته پروگرام می باشد. تکنولوژی که استفاده می شود در مکتب همپتون پارک به توسط خانم جورج کیاس، منیجر صنف 11 و 12. یادگیری در قرن 21 بسیار متفاوت است و در اینجا در مکتب همپتون پارک قصد داریم دانش آموزان خود را برای فارغ التحصیل از مهارت‌های اساسی آماده کنیم تا اطمینان حاصل شود که آنها در تمام تلاش فرصت‌های آموزشی بیشتر و آینده موفق خواهد بود. پروگرام‌های تکنولوژیک مثل مایکروسافت تیمز، ایمیل، کمپس برای حمایت دانش آموزان تیار شده. لپتاپ یک چیز ضروری است برای یادگیری در مکتب و اگر مشکلات باشه میتونن به بخش تکنیکی مکتب مراجعه کنند. دانش آموزان باید لپتاپ خود را هر روز به مکتب بیاورند. دانش آموزان میتوانند از مکتب لپتاپ خریداری کنند که وقت گیر است در حال حاضر به دلیل اوضاع کووید. از خرید لپتاپ دست دو بهتر است جلوگیری کنید. داشتن اندروید، آیپد، کروم بوکس، اپل مک نیاز دانش آموزان را مثل لپتاپ برآورده نمی کند. دانش آموزان اجازه ندارند تلفن های خود را استفاده کنند از شروع مکتب تا ختم مکتب. سلام، نام من علی است و شما می توانید ببینید که من با لباس شلوار مدرسه، پیراهن و ژاکت کالج جدید و کفش مدرسه چرمی پوشیدم. سلام، نام من علی است و شما می توانید ببینید که من با پوشیدن لباس ورزشی مدرسه هستم که شلوار در مدرسه و یا شلوار لباس دنباله دار با آرم کالج و تیشرت قرمز و کرمیج. ما تغییرات در لباس کالج همپتون پارک ایجاد کرده اند. در طول چند سال گذشته رهبران دانش آموز شناسایی می شود و تمایل همپتون پارک سکندری کالج پوشیدن لباس درست اجازه می دهد تا دانش آموزان ما را به عنوان دانش آموزان خود را به کالج و غرور خود را در جامعه مدرسه متصل نشان می دهد. در کتاب های ثبت نام شما عکس های را خواهید دید که ترکیب های مختلف لباس و لیست قیمت ها را نشان می دهد. این مهم است که توجه داشته باشید که لباس را نمی توان مخلوط پوشید. این با این معنی است که یونیفرم مکتب شامل تیشرت، پیراهن، دامن، لباس، پتلون و یا شورت را نمی توان با یونیفرم ورزشی مخلوط کرد.
کفش مدرسه چرمی سیاه و یا سفید نشان داده شده است در تصاویر باید با چند دلیل پوشید. اما مهمترین دلایل است که آنها برای اتاق برای پا در حال رشد اجازه می دهد، بلکه آنها و فرد را از خطر ایمنی محافظت در هنگام شرکت در آزمایشات علمی. یونیفرم ما را می توان از PSW همتون پارک خرید کرد. برخی از خانواده هایی که دریافت می کنند واجد شرایط دریافت بسته استارت امدادی مدارس CSEF متوجه دولتی هستند و این اطلاعات در کتاب ثبت نام در دسترس بوده و شما ایمیل فرستاده می شود تا فرم را پر کنید. سلام، اسم من جکی هست. من بخشی از تیم سلامتی اینجا در همتون پارک هستم. من امشب با شما در مورد تیم خدمتی دانشجو و حمایت هایی که ما با جامعه کالج آرای میدیم صحبت می کنم. تیم خدماتی با دانش آموزان کار میکند برای ترویج یک محیط یادگیری، فراگیری، کمک با جوانان برای غلبه بر مشکلات در یادگیری خود. من امشب یکی از اولین بحث تیم کاریابی میکنم. تیم کاریابی واجد شرایط حرف هستند که از تمام HP دانش آموزان را حمایت میکنند. از جمله کلاس حرفای آموزش و پرورش زندگی و شغل با دنبال مهارت‌های و فرصت‌های بر است. آنها همچنین در دسترس برای کمک به تمام دانش آموزان با رونق پروسه کاریابی که آیا این شامل دوره‌های پنتون یا کارآموزی، دوره‌های آموزش و نمونه‌های تیف کارهای درگیر. دوم، از نمونه کارهای تیمی صحتمندی این است که ما یک تیم از جمله مشاوران، کارگر جوانان، دست اندرکاران، مددکار و یک پرستار سلامتی اجتماعی هستیم. من از دانش آموزان که هر گونه چالش را به سلامت روانی یا جسمی، شرایط خانوادگی، مهارت‌های یا رفتار اجتماعی یا عاطفی از جمله امتناع مدرسه ترجمه می کنند و حمایت می کنم تا بهترین رویش از دانش آموزان ما حمایت می کنم. در سال 2021 یک پرستار در مدرسه ما شامل شدند که دسترس دانش آموزان هستند که می توانند با مشکل جسمانی آنها کمک کنند. سلام علیکم. اینها نتالی رول، مدیر تیم همراهی همتون پارک هستند. تیم همیاری آنها یک تیم بزرگ است که در کلاس های درسی تحت هدایت معلمان کلاس کار می کنند. این تیم ها همچنین توسط یک گفتار درمان تمام وقت که از دانش آموزانی که مشکلات یادگیری دارند نیز حمایت می کند. اینها همچنین به خدمات معلمان بازدید کننده دسترسی دارند و این معلمان متخصص با دانش آموزان در کاوش شنوایی یا از دست دادن بینایی یا ناتوانی جسمی کمک می کنند. برای این دانش آموزان اسپیکرهای مخصوص وجود دارد که آنها به طور راحتی بتوانند معلمان را بشنوند. در مکتب ما دانش آموزان با معلول ذهنی، اوتیسم، اختلال شدید زبان، اختلال رفتار شدید، ناشنوایی، نابینایی و ناتوانی های جسمی حمایت می شوند. خانواده هایی که دانش آموزان متناسب با این دسته ها دارند و یا اگر نگران یادگیری فرزندانشان هستند با سلی کاروتز و یا دیبرا ادواردز تماس بگیرند. سلام علیکم، اینها روشل بوریلی از تیم حمایتی هستند. تیم آنها برای کمک به دانش آموزان در تجربه صحیح در مضامین انگلیسی و ریاضی. آنها دانش آموزان را به صورت جداگانه در گروه های کوچک و یا در یک محیط کلاس درسی حمایت می کنند. این تیم با همکاری دانش آموزان برای درک نیاز شخصیشان کار می کنند
و آنها از نزدیک در کنار کارکنان آموزش برای همان برنامه کار می کنند. سلام، من ریحانه زیاد، رهبر تیم چند فرهنگی هستم. ما کی هستیم و چه کار میکنیم؟ همچون پارک دارای یک تیم پشتبانی چند فرهنگی بسیار قوی از 16 عضو تیم صحبت کردن به 12 زبان مختلف است. فراهم کردن فرصت دسترسی پشتبانی به تمام دانشجویان و خانواده های آنها، این سازمان امکان تمایل همکاری و ارتباط بیشتر میان دانش آموزان و معلمان و خانواده های ایل را به مکتب خواهند داد. تیم MEA برنامه های زیادی را گسترش و کمک به فرزندان شما در آموزش و پرورش خود را ارائه می دهد. برای تمام پشتبانی EAL خود لطفاً با من در ای‌بلاک یا یکی از تیم دوستانه ما تماس بگیرید. سلام علیکم. علیکم. تعرف فلابا. خوش آمدید. سوس دایی. آقای برادلی اندروز یکی از سرمعلم های صنف 7 و 8 است. سیستم یادگیری و رابطه آنلاین که در مکتب همتون پارک استفاده می کنیم کمپس نامیده می شود و برخی از دانش آموزان در حال حاضر در مکتب متوسطه با این سیستم آشنا هستند. کمپس برنامه روزمره دانش آموزان را نشان می دهد. هنگامی که شما بروی درس کلیک کنید، شما قادر به دیدن طرح درس برای روز، از جمله نیت یادگیری، معیارهای موفقیت، وظایف یادگیری و کارخانگی هستید. کمپس همچنین شما را به دیدن گزارش ها، ایمیل معلمان، تایید حاضری و یا پرداخت فیس و رضایت بر رفت و آمد اجازه می دهد. با عضویت در فیسبوک و روزنامه مکتب از پروگرام های مختلف با خبر می شود. از والدین عزیز درخواست می شود تا اطلاعات شخصی خود، از جمله شماره تلفن و ایمیل آدرس خود را به روز رسانی کنید. سلام، نام من محدثه است و من صنف 9 هستم. ما دو تن از رهبران دانشجویان در همتون پارک هستیم. علاوه بر برنامه آموزش منظم در مدرسه، بسیاری از فرصت‌های دیگر که در دسترس همه بسته به استعدادهای خود و منافع وجود دارد. انواع پست‌های رهبری در دسترس است، از جمله رهبران نماینده دانش آموزان و رهبرای صدای دانش آموزان که هدف حمایت از دانش آموزان است. همچنین مقدار زیادی برای انجام وجود دارد. برنامه زمان نهار یک مثال بزرگ از این است. فعالیت های اراده شده از جمله باشگاه شطرنج، باشگاه حیوانات، باشگاه روباتیک، باشگاه زبان، باشگاه تناسب اندام، والیبال وجود دارد. یک مثال دیگر طیف گسترده از ورزش های بین مدرسه است که شما می توانید ثبت نام برای نمایندگی کالج در رقابت با مدارس دیگر است، از جمله بسکتبال، نتبال، بدمینتون، تنیس روی میز و بسیاری دیگر. و برنامه موسیقی را که می توانید برای آن ثبت نام کنید فراموش نکنید. شما فقط نیاز به گوش دادن و تماشای صفحه مایکروسافت تیم خود و کمپس به دانستن سه رویداد بزرگ برای شما که در ترم اول اتفاق می افتد، کالج ماده و میدان و کارنوال شنا که سرگرم کننده بزرگ و فرصتی برای نمایندگی خانه خود را دارند. اردوی انتقال در روز دوشنبه به تاریخ 7 تا چهارشنبه به تاریخ 9 مارچ در اردوگاه لیدی نورتکوت برگزار می شود. کمپ ها یک تجربه آموزشی فوق العاده هستند که شما را تشویق می کند مستقل تر باشید، با دوستان جدید ملاقات کنید و مهمتر از آن فرصتی برای شرکت در فعالیت های مشترک و تیم سازی فراهم کنید.
با حضور دانش آموزان در این پروگرام ها بخشی جدای ناپذیری از ساخت یک مدرسه جامعه محور است. روز آخر برای پرداخت جمعه 11 فوریه است. دانش آموزان از مکتب ابتدایی می تواند برای کمک دولت CSEF اقدام کند. تشکر. فعلا نوبت می رسه به خانم فیونا ونستن که منیجر صنف 7 و 8 است. قدم آینده من چی است؟ من آماده هستم که در لیسه همپتون پارک شروع کنم. ما هدف داریم که روز معرفت در 7 و 8 دسامبر در داخل مکتب بگیریم. در این دو روزها شاگردان ضرورت نیست که به مکتب فعلی حاضر شوند. ما ملاقات میکنیم در محل پرفارمینگ آرت سنتر. در این دو روزها شاگردان باید یک قلم، کتابچه، بوتل آب و غذا برای روز دوم بیاورند. شاگردان باید ماسک هم بپوشند. شاگردان باید لباس مکتب فعلی و یک کرمچ بپوشند تا بتوانند شرکت کنند با فعالیت‌های مختلف و با دیگر شاگردان ملاقات کنند. به دلیل تغییر محدودیت‌های کووید اطلاعات بیشتر خواهد شد به طریق ایمیل با مکتب ابتدایی و با فامیل‌هایشان. ارائه امشب در وبسایت ما موجود می باشد. همچنین سوال و پاسخ اطلاعاتی موجود است که می تواند پاسخ شما را کمک کند. در غیر این به دفتر تماس بگیرید و آنها قادر خواهد بود تا شما را کمک کند. ما تشکر می کنیم از توجه شما برای پروگرام امشب. شاگردان کامیاب والدین دارند که اطفال خود را حمایت می کنند در تعلیم و تربیتشان. حمایت والدین رول بسیار خاص دارد در رشد شاگردان. ما امید داریم که شما را از نزدیک ببینیم. خدا حافظ شما.